اینجا شمال عراق است خط مقدم جبهه در اقلیم کردستان جایی که زنان شجاع کرد در مبارزه علیه داعش نقش برجسته ای دارند شهر نفتخیز کرکوک عمدتا به واسطه رشادت های کردها آزاد شد و نیروهای داعش را وادار به عقب نشینی کرد نقش برجسته پیشمرگی ها در هدایت ارتش عراق و شجاعت سربازان زن کرد ما را بران داشت تا این روزها که نبرد با داعش وارد مرحله جدیدی شده شما را با واقعیت درونی یکی از پادگانهای این اقلیم آشنا کنیم زهر زهران رهبر یگان ویژه زنان وابسته به پارت آزادی کردستان نزدیک به حزب دموکرات کردستان عراق و گروه های استقلال طلب کردستان ایران درباره ماموریت نیروهای تحت فرمانش بیشتر توضیح میدهد این وظیفه هر انسان است که با چنین دشمنی یعنی سازمان تروریستی داعش مبارزه کند من اینجا در کنار برادران و خواهران مبارزم تحت فرمان پیشمرگه ها هستم هدف ما نقشیفا کردن در دفاع از سرزمینمان، در دفاع از میهنمان و در دفاع از خانه های است سن زنان جوان این یگان ویژه اغلب بین 18 تا 28 سال است. فعالیت آنها داوطلبانه است و به خطر انداختن جانشان حتی کمک مالی یا امتیاز خاصی هم آیدشان نمی کند. به زمانها خدمت به میهن چیزی نیست که بتوان در ازای آن چیزی خواست. آمدن به اینجا انتخاب خودم بود. چیزی فرق نکرده. زنها زن میمانند و مردها مرد. تفاوت چشمگیری هم در زندگی روزمره ما به وجود نیامده ولی در خط مقدم همه مثل همین احساس غرور میکنم که اینجا در حال جنگیدن هم در حالی که بعضی از مردها ترجیح دادن در خانه بمانند و تلاشی علیه داعش نکنند چیزی که مشهود است این که این زنها از مرگ بایی ندارند آنها برای دفاع از سرزمینشان آمادند تا آخرین قطره خون بجنگند آموزش های فشرده نظامی را پشت سر گذاشتند و قاعدتا نباید در نبردها اسیر نیروهای داعش شوند دستان ظریفی که ماشه تفنگ را می چکنند. مسئولیتی خطیر بر روی شانه های آنها در نبرد با داعش و فرصتی برای انتقام خون زنهایی که قربانی تجاوزات داعش شدند. همه اینها موجب شده تا آزادی کامل از دست داعش مصمم و استوارد به نبرد ادامه دهند. من داخل الخاصه للمقاتلات محمد